یو اسکوت چطوری مچه ها وردیل پی هستم خوش اومدید به پارت 16 همه بازی استریم لایف دمتون گرم پارت قبلیشو ترکوندین تا موقعی که همینجوری حمایت از این ویدیو ادامه پیدا کنه از این بازی گیم پلی میذاریم بچه یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنالش رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید بیاید ویدیو رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام و هم تو دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم حتما حتما تو اون دو تا هم جاید. بشید تو پیج اینستاگرامم میخوام یه ویدیوهایی بذارم که تو یوتیوب هم منتشرشون نمیکنم تو کانال تلگرام هم دارم لینک دانلود بازیایی میذارم که شما خیلی دوستشون داشتین و یه ذره اونجا وایس میدم و با هم دیگه صحبت میکنیم بدون معطلی بریم سراغ پارت 16 خب روال این بازی اینجوری بود که اول اول که می اومدیم توش می اومدیم غذا میخوردیم خوردیم امیدوارم که توی اختیال غذا داشته باشم که دارم بذار یه دونش رو بخورم فکر کنم با یه دونش بتونم فول بشم و بله فول فول میشه همه بعدم هم دستشوی دستشویی و همومو و یه چند تا کار کوچولو توی سیستم باید انجام بدیم بعد میریم که دکوراسیون خفن خونه رو بچینیم میخوام یه دکوراسیون واسه خونه بچینم که هیچ کس باورش نشه این خونه یه استریمر ساده است قبلا این استریمر هیچی نداشته و الان به هرچی که دلش میخواسته رسیده تقریبا تو این بازی تازه این که چیزی نیست اصلا آقا این دره کم کم داره لاش باز میشه من نمیدونم اینو نمیشه یه جوری هولش بدیم بره اون ور این تو هم استفاده کنیم این کومودر رو برای چی گذاشتن پس اینجا یه چیزایی البته اینجا میاد نمیدونم این چیه میره روی ماینرایی که چسبوندن به دیوار اون پشت کار خاصی اصلا اونجا نمیتونم باشو انجام بدم بریم سراغ سیستممو خب اولین کاری که من اینجا انجام میدم اینه که استریم رو باز میکنم که بتونیم یکی دیگه از اون اسکیلا رو باز بکنیم و کرام بگیریم بتونیم بریم ماینرای بیشتری بخریم همین الان کد 8265 رو کامنت کنید بتره کنید ببینم چیکار کار میکنید خب استریم رو که باز میکنیم وب سیوم سیو هم میکنیم که بعدا آپلودش بکنیم میذاریم روی 60 اف پی اس و چرا 3400 تا یه چیزی باز اینجا ایراد داره چرا این روی 144 بود میذارمش روی 1080 60 اف FPS و بیت ریت 8000 هم واسش میذاریم هم میذارم رو همون جاست چتینگ بمونه چون احتمالا بازی زیاد نمیکنیم بازم جای وب و یادم رفته درست کنم ولی اصلا مهم نیست انگار مخاطبا بیشتر میشم وقتی که وب و از این زاویه دارم میبینم خیلی عجیبه نمیدونم چرا ولی مثلا اینکه شورت این براشون جذابه خب حرکت بعدی که انجام میدیم اینه که بریم ببینیم چقدر بیت کوین ماین کردیم هنوز به یک نرسیده متاسفانه فکر کنم اگه به یک برسه و بفروشمش بهتر باشه قیمت بیت کوین ها کردن 2590 تا ما ماینر خریدیم یکی از بچه ها تو کامنت ها نوشته بود که آره بازی اومده مثلا با هوش بازی در بیاره و قیمت بیت کوین ها رو ورده پایین ولی یه کار دیگه میشه کرد وقتی که قیمت اینا میاد پایین شما میتونیم بیاین نگاه کنیم ببینید کدومشون رو به سعوده البته الان این فلش ها رو به من این بغل نشون نداده فکر کنم هیچ تغییری نکردن بیای بیت کوین ها بفروشی بری اینا رو بخری که رو به سعودن و بیشتر میتونی ازشون پول در بیاریم من مثلا خودم اگه باشم الان میام اتریوم باش میخرم چون 45 دلار درسته که هنوز بیت کوین از همه شون گرون تره. ولی شما باید ببینید که کدومشون رشدش سعودی تره و بهتون بیشتر سود میده برید همونو بخرین چون در آخر فرق زیاد با هم دیگه نمیکنن نسبت به تعدادی که ازشون خریدی حالا اینم به یک دیگه داره نزدیک میشه من همین 700 خورده ای رو میفروشم پولم میشه 17 هزار دلار بازم عالیه کار بعدی که میخوام انجام بدم اینه که یه سر تو سایت زوتوبم بریم من ویدیوهامو پاک بکنم ویدیوهای جدید و آپلود بکنم یکم پول مول ازشون در بیاریم 338 دلار از اینجا پول گرفت گرفتیم که بدی نیست مفت نمیارزه ولی از هیچی بهتره تمام ویدیوهای قبلی رو باید پاکشون بکنم 15 تا ویدیو جدید آپلود کنم که هیچ ویدیویی در حال حاضر ندارم و نمیتونم آپلود کنم این هم هیچی بریم حرکت مورد علاقه من بزنیم چند تا اسکرچ هم بزنیم ببینم پول مفت میتونیم اینجا چیزی در بیاریم یا بهمون نمیده به این راحتی یا این که پول خودشو بهم برگردون با 50 دلار این هیچی بهمون به نداد این دفعه مفت نمیارزید این یک کاداد باز اوکیه اوکیه که نسبتا خوبه باز پول خودشو رو من برگردون 50 دلار یه پنجکا به من بده که من با پول تو برم خرید خونه و بکنم بازم 50 دلار و پول خودش اینم مفت نمیارزه من دنبال این پولا نیستم اه اومدم بیرون چرا ازش یه بار دیگه اینو اسکرچ میکنیم هیچی توش نیست فکر کنم این آخریشه یا بعدی بعد آخریش باشه خدایا یه پنجکا کو من بده که با پول برنده شدن از این اسکرچ من برم تلویزیون خفن بخرم بده پنجکا رو پنجکا رو بده فکر نکنم باشه 50 دلار باز حالا پول خودشو رو بدم. یه 1000 دلار 1200 دلار پول در آوردیم بدی نبود خب بریم تو زاموزور من تلویزیون ها رو یه نگاه بکنم اول ببینم چه خبره کدومشون همش به تا الان گرون ترین تلویزیونی که من اینجا دارم میبینم 1100 دلاریه فکر کنم از همشون خفنتر باشه این هزار دلاریه هم البته خوبه ولی یه دلیلی داره که اون گرون تره دیگه البته 1200 دلاری هم هست من از قیافه این هزار دلاریه تا الان از همشون بیشتر خوشم میاد این 1000 دلاریه رو می خرم فکر میکنم که تلویزیون میز زیر تلویزیونم میخواد قطعا باید یه چیزی بگیریم که تلویزیون رو بذاریم روش حالا تلویزیون رو که خریدیم بذار یه دونه گیم کنسولم بخریم که یه سیستم بازی اون طرفم داشته باشیم بذار بریم چی بخرم مثلا یه دونه PS5 میخرم یه دونه هم Xbox میتونم بگیرم البته دو تا PS5 هست یه دونه دیجیتال این مثلا که دیسک خورشه چقدر جالب که با این جزئیات گذاشته باشم آقا من اینو نمیخوام من اون دیسک خوره رو میخوام بخرم اون خیلی خفن فکر کنم این دیسک خورر هم میخریمش جوستیکم هم میخواد قطعا دسته PS5 هم اینجا هست دو تا دسته هم برای PS5 میخریم دیگه چی میتونیم داشته باشیم میز زیر تلویزیون رو یادت نره که خیلی لازم داری VR میتونیم داشته باشیم یه دونه کدومشون به نظر شما از همه خوشگل این سفیده فکر کنم بالتره ولی نمیدونم چرا این گرونتر از بقیهشون این گرون رو میخرم قطعا یه چیزیش فرق میکنه که گرون هم دارم ولی هدست هم خیلی خفن نیست یکی از بچه هم تو کامنت های می نویسه کیس کامپیوتر تو عوض کن من قطعا تو همین پارت این کارو میکنم یعنی همین الان یه کیس باحالم بخریم واقعا رخ سیستم اون با کیس خوب خیلی تغییر میکنه فقط کدومش هم همش خوشگل تره اصلا قیافه کیس درست معلوم نیست فکر کنم این سفیده از همشون بالتر باشه این مشکی هم 810 دلار بدی نیست این یکی هم خوبه نمیدونم کیس هاش خیلی سردرگم میکنه آدم و فکر کنم ها خیلی روخش تو بازی معلوم نباشه اگه سفید بخرم شاید بهتر باشه این سفید پایینی رو میخرم که 525 دلاره یه چیز دیگر هم نگاه بکنیم ببینیم برای دکورمون میز هست که بتونیم تلویزیون رو بذاریم روش چون تلویزیون قطعا باید روی چیزی قرار بگیره من هیچ چی ندارم که تلویزیون رو الان بذارم روش اینجا که میز نداریم اینم که لباس شاید تو همین کامپیوتر دسک باشه مثلا میز تلویزیونم نوشته کامپیوتر دسک ولی شاید مثلا اینجا باشه چیزی که بتونیم تلویزیون بذاریم روش حالا میزم که خیلی داغونه من واقعا میتونم میزم و اصلا عوض کنم الان یه میز بالتر بگیریم برای کامپیوترمونم نمیدونم به نظر شما کدوم میز همش بالتره چه میزی اینجا خیلی به دردمون میخوره بذار نگاه کنیم کامل یه بار دیگه با هم این پایینیه به نظرم از همش بالتره هم جا داره که چیزایی بذاریم توی طبقاش همین که میزش حالت ال داره و خیلی بزرگه این مشکی هم, هم واقعا خوشم از اونجایی که یه دونه سیستم من بیشتر نمیتونم داشته باشم درصد تقریبا مطمئنم که تو طبقه ها و جای کیس این نمیتونیم چیزی بذاریم و ازش استفاده کنیم من این مشکیه رو میخرم چون از همهشون واقعا خوشگل تر بود صندلی کامپیوتر هم واقعا اصلا باحال نیست خیلی دوست دارم یه صندلی بهتر بگیرم یه صندلی بگیرم که واقعا لایق این استریمره این دیگه استریمر خفنه علکی نیستش یه استریمر ساده نیست استریمریه که باید روی صندلی راحت حتما بشینه از نظر خوشگلی به نظر من این 2150 دلاری از همه اش خوشگلتره این آبیم خیلی زشته اصلا باحال نیستین این سفید مشکی هم بدی نیست احتمال زیاد همین سفید مشکی رو میخرم اگه یه چیزی نتونه چش منو بگیره همون سفید مشکی رو خریدم چون که تقریبا مطمئنم توی بازی اینایی که سفید توشونه رخشون بهتر از مشکی ساده خب دیگه همه چیمون فعلا صرف شد باید بخوابم بذار اول از همه تختم و عوض بکنم ببینم اون تخته توی این اتاق جا میشه خیلی خوب میشه اگه بتونم اونو بذارمش تو این اتاق چقدر بعد گنده اصلا هیچ جا رو دیگه نمیبینم من این تخت رو اگه اینجوری بذارم تو اتاق کل اتاق رو میگیره و نمیشه روش خوابید نگاه کن تخت رو چه باگی شد این اینجا جا نمیشه مثل اینکه بذار اینم اگه به اینجوری میشه گذاشتش تو اتاق نه اینجوری حالت زلزله ای خوابش میبره دیگه تو خواب میلرزیم فایده ای نداره اینجوری اینو نمیتونم اینجا بذارم فعلا همون تخت قبلی مجبورم بذارم اینجا داداش ببخشید دیگه میدونم تو از این تخت خیلی بدت میاد ولی مجبورم دیگه میبینی تو این اتاق به این کوچیکی این تخت جا نمیشه احتمالا اونو باید بیارم بذارم تو همین اتاق خودم جای دیگه نمیشه گذاشتش برو بخواب که فردا کلی کار داری خب امروز دیگه کلی وسیله خفنم واسم رسیده ولی اصلا در و من باز نمیکنم فعلا به خاطر اینکه اول از همه باید اتاقو بچینم به نظرم از اولین چیزی که باید شروع بکنم شومینه است مثلا الان من شومینه رو میذارم این طرف خونه تا یه سری وسایلمو بچینم ببینم مثلا کجا باشه خوشگل تر میشه این البته میخوام بذارم وسط اینجا جایی که تلویزیونم بذارم و مبل و دور این طرفه میتونم قسمت بعدی رم از خود تلویزیون شروع کنم البته اون الان تو جعبه های بیرون و خیلی سخته پیدا کردنش بذار از همین مبله شروع کنی اینم باید جاشو اول درست بکنم دوباره این گرسنش شده هر وقت من میخوام تو این بازی کار مهم انجام بدم این گرسنش میشه نمیذاره من کارمو انجام بدم ولی الان یه کرم کارامل باحال بهش میدم یه ذره سیر بشه البته خیلی تاثیری نداشت تو گرسنگیش خب برمیگردیم که دکوراسیون خونه رو اوکی بکنیم این وسایل فعلا همشون رو پرت میکنم اون طرف که اینجا رو بتونم درست بچینم این مبل رو میخوام به صورت یه ال زیبا بذارم اینجا مثلا مبل رو میذارمش این طرف که نذاشت باز کارم رو انجام بدم درست اینو میذارم اینجا یه حالت زیبا که مثلا تلویزیونم بذارم اونجا و بیاد بچیده چیده دیگه این آب و بعد اینجا برش دارم اینو میذارم این گوشه خونه تا ببینم کجا دیگه جالب میشه چیز بعدی که باید بچینمش این یکی مبله است اینم باید جای درست بذارم البته به اون قسمت خونه اصلا نمیاد این پنکه رو میذارمش این گوشه فعلا تا میز و تلویزیون رو بیارم تو ببینم کجا اگه بذارم خیلی بهتر میشه اینا رو هم باید بذارم این طرف خونه دیگه باید به قشنگ ببینم چجوری خوب میشه فکر می همین دکوراسیونی که دارم میچینم عالی بشه آخرش بهترین حالتی که میشه این خونه رو چید همین شاید این هم اینجوری میذارمش پنجره مثلا یه سری آدم بشینن با هم دیگه صحبت کنن و کتاب بخونن و بحثای فلسفی و اینا بیان بشینن اینجا یه دونه آباجور بلا تکلیف هنوز این طرف دارم اینم میذارمش بغل این مبله جای خوبیه بدی نیست البته دوتا آباجور خیلی کنار هم دیگه شد اینجوری خوب نیست اصلا خوشم نمیاد یه دونه این کوچولو هم میذارم اینجا که مثلا ای جا کسی بشینه بشینه رو بریم بقیه وسایلمون هم بیاریم تو البته من این چیدمانو احتمالا تغییر میدم مبلا رو میذارم جلوی شومینه که بیان دور شومینه بشینم ولی تا جای کار که بدی نیست انصافاً انصافا خوب چیدم این شومینه باید یه ذره بره عقبتر فقط بچسبه به دیوار فاصله داشت خیلی راستی شومینه رو میخواستم بذارم وسط خونه اون موقع جا نبود شومینه رو میخوام بذارم اینجا الان باز خیلی بهتر شد فکر کنم یه چیزایی هم بشه گذاشت روی شومینه نمیشه مثل اینکه اشتباه فکر کردم خب تا اینجا که بدی نیست راضی از دکوراسیون فقط باز شومینه نچسبیده به دیوار باید یه ذره ببرمش عقبتر بریم بقیه وسایلمون بیاریم تو استریمم من باز نکردم راستی ای بابا دوباره کلی وقت ختم هدر رفته من اول از همه باید میمادم استریم رو باز میکردم کلی اسکیل من دارم از دست میدم بخاطر اینکه یادم میره استریم رو باز بذارم بچه تماشا کنید دیگه فقط من پای سیستم نیستم اون برم ایشالا بعدم ویبکم میبرم اون طرف نشون میدم چه خبره این چی بود؟ آها میز کامپیوتر است به به اینجا رو ببین چه چیز خفنی اومده اینو میذارمش اینجا فعلا تا میز قبلی بیارم بیرون این یکی چیه؟ اینم میز زیر تلویزیونه اینو الان میتونم بذارم سر جاش قشنگ خیلی تمیز امیدوارم جهتش درست باشه فکر کنم الان نیست این طرفیه بله کاملا مشخص بود که جهت میز درست نیست اینم میذاریمش اینجا ف... فوق العاده شیک چه دکوراسیونی داره میچینه این بازی کن من فکر کردم این تلویزیونه نگاه کن توش دسته بود چقدر مسخره واقعا دستورم آره میندازم اونجا فعلا پرت میکنه این پلیر دیگه انقدر پول داره و نیازی نداره اصلا دسته PS5 با همینجوری پرت میکنه اون طرف اینم میز تلویزیون مگه نبود چرا نمیشه بذاریش پس چه اتفاقی افتاد این مگه تلویزیون نیست نکنه مانیتور خریدم اشتباهی تو رو خدا نگو این مانیتوره من تیوی میخواستم لعنتی اشکالی نداره این مانیتورم باشه باز به دردم میخوره البته میتونم روی میزه تست کنم بله مانیتور بودین اشتباه خریدیم تلویزیون نیست ولی میخرم دوباره تلویزیون اصلا اشکالی نداره این چیه کیس کامپیوترمه کیس هم میذارم تو اتاق تا بعدا عوض کنم تمام قطعاتو کیس خیلی خوشیل بود اینم وی آر که باید ببرم بندازمش تو اتاق فکر کنم با این دیگه استریم خیلی باحالی بتونیم بذاریم بچه ها میتونن ببینن فکر کنم ولی خودمون این اینم یه دسته پلی دیگه که فوق به کارمون میاد پلستشن باید دو تا دسته داشته باشه اصلا با دسته به درد نمیخوره اینم صندلی فوق العاده حرفه ای این مگه قرار نبود مشکی ساده باشه چرا مشکی زرشکیه ولی خوشگل باز بدی نیست از اون صندلیم خیلی بهتره این یکی جعبه که خود PS5 باید بیاد این بغل PS5 و اینجا نمیشه بذاری میذاریم رو زمین بغل تلویزیون فوقلاده شیک داره میشه یعنی یه دکوراسیون خیلی هرفهی میچینم من فقط رنگ زرد اون کتابخونه نمیخوره به اینجا زیاد بچا مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه اگه دوست داشتین که این بازی هم ادامه بدم و بازم ازش واسهتون گیم پلی بذارم حتما حتما توی کامنت ها برام بنویسید تمام کامنت هاتون رو میخونم و همشونو جواب میدم یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارشو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما باخبر بشید بیاید ویدیو رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه لینک پیج اینستاگرام و کانال و تلگرام توی دیسکریپشن زیر پست براتون نوشتم اول ویدیو گفتم که چه کارهایی میخوام انجام بدم خیلی مراقب خودتون تمشید خدا حافظ